در ایران یک روز پس از مطرح شدن دریافت رشوه از سوی معاون اول رئیس جمهوری در دادگاه اختلاس بیمه ایران، امروز محمد رضا رحیمی در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران به عنوان رئیس جلسه شرکت کرد. او هنوز به اتهام‌ها علیه خود پاسخ نداده. متهمان میگویند این پول‌ها هزینه راهیابی برخی نمایندگان به مجلس شورای اسلامی است. آرش سیگارچی و جزئیات بیشتر. جلسه امروز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، رئیس این جلسه است. درست یک روز بعد از اتهاماتی که علیه او در دادگاه اختلاس بیمه ایران مطرح شد. تا کنون 8 جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه ایران و استانداری تهران برگزار شده. دیروز یکی از متهمان که از او به نام جعبه سیاه اختلاس بیمه ایران یاد می شود فاش کرد که 1,500,000,000 تومان به حساب شخصی محمد رضا رحیمی واریز کرده. محمد رضا رحیمی تا کنون به این اتهامات واکنشی نشان نداده، اما روزنامه ایران وابسته به دولت پیش از این فاش کرد بخشی از پولهایی که رحیمی گرفته هزینه تبلیغات نمایندگان برای انتخابات مجلس هشتم شد. محمد رضا رحیمی در زمان ریاست حداد عادل بر مجلس دوره هفتم رئیس دیوان محاسبات شد. متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران میگویند او پولهای دریافتی را صرف تبلیغات انتخابات مجلس هشتم کرده است. مجلس یعنی 290 نماینده. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس هشتم و حالا در مجلس نهم، از او به عنوان یکی از کسانی که از محمد رضا رحیمی پول دریافت کرده نام میبرند. با هنر از نمایندگان صاحب نفوذ مجلس است که معمولاً خواستهای رهبر جمهوری اسلامی را در مجلس پیش می‌برد. نمونه، وقتی که کابینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد در سال 88 برای رأی اعتماد مشکل داشت، با هنر اعلام کرد که با اشاره رهبری مجلس به دولت رأی اعتماد داده، وگرنه 6 وزیر دولت رأی نمی‌آوردند. با هنر دیروز در واکنش به دریافت پول گفته این موضوع آنقدر بی‌ارزش است که واکنش نشان نمی‌دهد. دوستان ظاهرا توجه ندارن. حمید رسایی دیگر نماینده مجلس است که به دریافت پول از رحیمی متهم شده. آنقدر حامی دولت احمدی نژاد است که نمایندگان منتقد دولت او را وکیل الدوله می‌نامند. او هم واکنش نشان داده و موضوع دریافت پول از رحیمی را تکذیب کرده. محمود احمدی نژاد پیش از این ارتباط دولتش با عوامل اختلاس 3000 میلیارد تومانی را رد کرده بود، اما در واکنش به اتهام رشوه به معاون اولش موضعی سست‌تر گرفته. مشخص نیست قوه قضاییه با رحیمی برخورد کند یا خیر. مجلس اختیار عزل و استیضاح معاون اول رئیس جمهوری را ندارد، اما میتواند رئیس جمهور را برای عزل او تحت فشار قرار دهد، به خصوص که برخی منتقدان جدی رحیمی در مجلس حضور دارند. مطبوعات دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی چشم بدم قضیه را. دیدار فردای نمایندگان مجلس جدید با رهبر جمهوری اسلامی میتواند تعیین کننده باشد. اینکه در نهایت اتهام رحیمی در دادگاه بررسی شود یا اینکه این پرونده هم بدون بررسی ساکت بماند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.